دشواری های آموزش مهندسی چیست کسانی که وارد رشته های مهندسی میشوند چه چالش هایی پیش رو دارند لذت های آموزش مهندسی چیست در این قسمت سعی خواهم کرد خیلی خلاصه تجربیات خودم رو در این 17 سال به شما منتقل کنم که کسانی که میخواهند انتخاب رشته بکنند با نگاهی باز این کار انجام بدن قطعاً بزرگترین لذت مهندسی در طول تاریخ ایجاد رفاه برای بشر بوده اگر خدمات مهندسین و قبل از اونها اولومپایه اون فیزیکدانها ها شیمیدان نبود ما الان به این امکانها همین الان من نمیتونستم با شما صحبت بکنم این راه ایجاد ارتباطی که با شما هست قطعاً به همین جایی که نشستم و آسایش حرارتی دارم حرف میزنم و موارد دیگه یه مورد دیگه هم که در ابتدا باید درس کنم بحث جایگاه مهندسی در ایران هست که متاسفانه به خاطر تحریم های المللی که وجود داره و تحریم های داخلی که بیشتر از اون داخلی وجود داره متاسفانه کشور توسعه یافته ای نداریم و در نتیجه مهندسی جایگاه بالایی نداره ولی اینجوری نخواهد مون مشابه کشورهای خارجی که رشته های مهندسی در بالاترین دریافتی ها و حقوق قرار دارند و بعد از اون رشته های پزشکی و اینها هستند امیدوارم یک روزی بالاخره ایران همون روزی را رو خواهد دید که آنقدر توسعه یافته باشد صنایع مختلف تکنولوژی های پیشرفته و درجه که جهانی تو ایران حضور داشته باشند و قطعا کسانی باید اینها را بگردونند که فارغ التحصیل همین دانشگاه هستند به جای اینکه برای ماهی سی میلیون حقوق بگیرند و با دو سال مثلا ما هم دو سال سابقه میلیون خب این آدم با 100 میلیون 200 میلیون شرکت های دانش ارتباط با سیلیکون ولی ارتباط با همه کشورهای جهان و یک روزی خواهد رسید یعنی قطعا این سیستم این گونه نمیتونه باشه پیدا کنه که همه برن دکتر بشن یه دم مریض بشن این مریض ها برن اونجا یه جامعه بیمار مریض افسرده داشته باشیم این عبارت بشه از جامعه ما و نکاتی که از خواهم کرد صرفا برای مهندسی نیست بلکه برخی از این موارد برای سایر رشته ها هم مفید هست و میتونونه براشون توسعم هم اگه دوستان دیگه ای دارید که سایر رشته هستند و خب این ویدیو رو ننیم براشون ارسال بفرمایید. مورد بعدی هم این نکته در مورد دشواری چون گفتم دشوار یک مفهوم است. دشواری در تقابل با عشق تعریف میشه. کسانی هستند که همین ماجری المپیکی که تازه تموم شد رو نگاه کنید. خب کار آسی نیست واقعا شبانه روز هم که شما وقتی عاشق یه کاری باشید، اون معنایی که از دشواری برای شما تعریف میشه متفاوته. اصلا میگین کجاش دشواره؟ خیلی تازه لذت، تازه کیفم میکنم خب من خودم به شخصه شاید بالای 800 ساعت ویدیو دارم. نزدیک 7 سال 8 سالی که ممتد دارم ویدیو تهیه میکنم خب یکی ممکنه ادیت میکنم بارگذاری میکنم فیلتر یوتیوب و مشکلات فیلتر شکن و اینا خب نه تنها سخت نیست بلکه برای من لذت بخش این کار و تازه وقتی میخوام استراحت کنم میام این کار انجام میدم حالا تهیه مطالب جزوه نویسی قبلش طراحی ایده هایی که به ذهنم میرسه که چه ویدیو اینا همه زمان بره ولی خب عاشق این کار هستم اتفاقا وقتی خسته میشم میام این کار انجام میدم مورد اولی که وجود داره در بخش مهندسی که پیچیده میکنه قضیه رو اینه که رشته های مثل پزشکی خب شما سهتاس دیگه داروسازی دندن پزشکی اینا مشخص تقریبا شما وقتی میرید وارد پزشکی میشید 8 سال هفت سال باید درس بخونید و بعد انتخاب تخصص میکنید اما در رشته های مهندسی همون در بدو ورود به دوره کارشناسی شما باید انتخاب بکنید که مهندسی معدن هستید دستاجی هستید کامپیوتر هستید مهندس شیمی هستید معماری می میخوانید بخونید صنایع عمران نقشه برداری، مواد مهندس مکانیک برق کدوم اینا خواهید بود خب یه مقدار بعد موقع انتخاب رشته دقت کنید چون همون اول شما مجبور هستید که تخصصتون رو انتخاب کنید. یه مقدار اینجا حساس میشه که اگه اشتباه کنید خب ممکن علاقه نداشته باشید اون اون دشواری که گفتم بیشتر به نذ عشق نباشه دشواری که اشخاصاً نموده اول ولی افتاد مشکلها. درجم من و خب ویدیو تهیه کردم مثلا نقشه جامع علم رو معرفی کردم جایگاه رشته های مهندسی رو در این نقشه جامع علم گفتم چی هست و تک تک اینها رو ارتباط بین رشته های مهندسی اونها رو ببینید اولی دیده کلی داشته باشید نه اینکه چون مثلا من میخوام برم شریف حالا رتبم خوب نیست برم مثلا فلان رشته نمیگم چی رو بزنم مثلا موادده چی رو بزنم با چند هزارم بتونم برم شریف به پوز بدم به همه که ببینید من شریفی هستم نقط بم این مسخره بازیار رو دیگه بندازین کنار دیگه می‌بنی ما این فقر فرهنگی تو نامه ما وجود داره متأسفانه که دنبال اسامی هست. مورد بعدی که دشواری در رشته‌های مهندسی و تا حدی سایر رشته‌ها مخصوصا در رشته‌های مهندسی هست، آموزش مادام العمر یعنی شما باید این پی این قضیه رو به تنتون بمالید تا که تا تا انتهای زندگیتون باید به شکل پیوسته یاد بگیرید. مهندسی این نیست برام 4 سال پنج سال درس بخونم بعد برام اونجا مثلا ویزیت کنم مردمو. دائما باید شما اصلا تحولات جهانی در رشته‌های مهندسی ببینید چه دیگه نه, نه حتی مثلا یه مثال ساده بزنم در بحث مهندسی تأسیسات ساختمان که من خودم عضو کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستم خب اونجا داریم دوره ها رو دائما به روز رسانی می‌کنیم اتفاقا یک دوره جدیدی تحت عنوان انرژی در ساختمان که مشکل روز هست در جهان نه در ایران حالا <applause> <applause> <صفيق> میشه راجبش بذسکه. <بحث گره> اجباری شد برای همه. یعنی اگر همه برای اینکه که بتوانند پروانهشون حتی تمدید بکنند لازم هستش که این دوره رو بگذارند. دوره 6-8 ساعته. امتحان داره. فلان داره. خیلی سخت 6-8 ساعت روزی 8 ساعت میشه چهار روزی هفت کامد. حتی بهسای حقوق مهندسی اینا مواردی است که به روز میشه دانشمند و بخونن هر بعد دورهاشو بگذارند. آموزش هم آدامل یکی از دشواری های این قضیه هست مهندسی هست که باید یاد بگیریم. بعد مورد بعدی سومین مورد بحث نرم افزارهای متعددی هست که در این رشته وجود داره باز هم مشابه سایر رشته ها ولی خب در مهندسی خب بیشتره خب شما باید بتوانید در دوره تابستون بعضی هاشون دانشگاه درس میدن مثلا در درس نقشه کشی نرم افزارهای مدل سازی رو یاد میدن خب تو برنامه نویسی برنامه نویسی رو یاد میدن من قدرت هست ولی به جز این چون واقعا جایگاه درس‌های دانشگاهی نیستش که نرم افزار آموزش داده بشه خب دوره‌هایی در فنی حرفه‌ای جایی دیگه یوتیوب الان دیگه خودتون میتونید بهترین ها رو تو یوتیوب پیدا */کنید خداموز برین یاد بگیر نیازی نیست کلاس شرکت کنید ولی ایام تابستون اینجوری نیست که من دو کلاس هم تموم شود دنبال تفریحات و عشق و اینا تازه شروع میشه یکی از کارهایی که در تابستان باید انجام آموزش نرمافزارهای مهندسی که نرمافزار مثلا برنامه نویسی حتما باید بلد باشی زبان برنامه نویسی تحلیل کتیا سالید ورکس باید بلد باشم من یه مکانیکی دارم میگم بقیه رشته هم شبیه نرم افزارهای تحلیل باید بدونید مثلا انسیس یا موارد دیگری که فلوئنت این هایی که وجود داری اوپن فوم اینا هست مورد چهارم چالش بعدی که هست زبان انگلیسی است که دانشجویان مهندسی و تا حدی خوب سایر رشته ها قطعاً باید تسلط کامل به مهندسی داشته باشه. شما در ورود سه واحد زبان عمومی دارید، بعد دو واحد زبان تخصصی دارید که ما در دانشگاه زنجان داریم سعی می کنیم که این رو به شکل پیوسته رای بدیم. تبدیلش کنیم به مثلا 8 تا درس نیم واحدی، هر ترم دانشجو زبان داشته باشه. یعنی هر وقت که میاد زبان رو به شکل پیوسته داشته باشه. زبان باید به شکل پیوسته آموزش داده بشه که به جرایی کمی چالشی است ولی سعیمون رو داریم می‌کنیم که این اتفاق بیفته. مراجع زبان اصلی اصلا خیلی از هایی که به روز میشن 2020 کتاب اومده ترجمه واسه سال 1990ه خب شما کتاب ترجمه د 20 سال قبل که نمیخوایم بخونید مرجع جدیدی که اومده رو باید بخونید ویدیوهای یوتیوب الان بسیار ویدیوهای جذابی تو یوتیوب هست خب انگلیسی هستن خیلی هاشون و موارد دیگه‌ای که میخوای کنفرانس شرکت کنید در مورد زبان خب من ویدیو دارم توضیح دادن که چرا مهمه چالش پنجمی که رشته مهندسی دارن ریاضیات است. باز هم نمیدونم این ریاضی دشوارانه بستگی به اون عشق داره. ولی زب ریاضیات زبان شته های ماندزیست ما بدون ریاضی انگاری که الکن هستیم نمیتونیم صحبت کنیم. در درجه باید سعی کنیم خب من معمولاً ترم اول متصفف این را دیگری که در سیستم آموزش ما وجود داریمه که ترم اول و دوم دانشجو رو بمباران می کنیم با ریاضیات. در صورتی که داریم سعی می کنیم در دانشگاه انجام مشکل را برطرف کنیم درس های ریاضی رو که تقریباً نزدیک 9 و 15 واهت هست رو، پخشش بکنیم تو 4 ترم اول دانشو رو بمباران نکنیم همون ترم اولی که ساختار این تغییرات ساختاری چنینی داریم در درسهای ریاضیمون می‌دیم که لذت بخش باشه و دانشو اصلا بدون این ریاضی رو برای چی داره می‌خونه مشکل اینه که خیلی وقت اونجا نمی‌دونن ریاضی رو از چی دارن می‌خونن به چشم بسته چیزهایی رو درس می‌دین در صورت اینار سه سال بعد می‌فهمند به چه دردی می‌خورد ولی چون اول نمی‌دونن یه جوری زورکی و اجباری و از سر اجبار انگار دارم میخ این لذت رو از بین میبره. مورد بعدی پنج چی هست؟ آشنایی با یک سری مهارتهایی مثل نوشتار فنی چجوری به درستی بنویسید به لحاظ فنی ارائه خوب فن بیان خوب داشتن توانایی مذاکره داشتن زبان بدن جذاب ارتباط خوب برقرار کردن شبکه سازی توانایی پژوهش داشتن مهارت های نرم قوینار همه تویه ری قرارداد مهارت های نرم. که اینها هم خب ما نداریم چیزی به شکل مستقیم در دوره کار در دوره سه داریم در و در دوره کارشناسی یک درس پروژه‌ای داریم سواهد در انتها که خب اونجا پجوهش رو تهدی آموزش می‌بینید شما ولی در مورد مهارت‌های نرم وجود نداره که خوشبختانه باز هم داریم سعی می‌کنیم نو در درسی مقدم، به نام مقدمی بر مهندسی مکانیک کما اینکه رأی دادیم در چند سال گذشته در دانشگاه زنجان ارائه بدیم خب اینها هم من ویدیو خیلی راجبش دارم و در مورد اهمیتش خیلی صحبت کردم دیگه رد میشم از روشت. مورد ششم بحث ارتباط با صنعت است و حضور در فضای صنعت هست و اون اتفاقاتی که تو صنعت میفته ما در دانشگاه دو, دو تا کارآموزی داریم که معمولا تا سال سوم و چهارم باز هم داریم سعی میکنیم در دانشگاه اینو تبدیلش کنیم به چهار تا کارآموزی در ایام تابستون گفتم بیکار نباید بمونی یکی از کارهای دیگهی که باید ایام تابستون بکنید زبان انگلیسیتون رو قوی کنید چون معمولا وقت نمیشه حالا اگه تونستی در طول سال هم باشه چه بهتر ولی ممکنه هر ترم شما دانشگاه بری سر کلاس بعد تابستان هم برید های جبرانی یا هر جور که دوست دارید اگه قویه که هیچ کتاباتون رو زبان اصلی بخونید اگه وقت نکردین طول سال بخونید جدای از اون بحث نرم هم که گفتم خب کارآموزی باید برید شما یعنی باید بعد این ها تموم شد دو ماه برید کارآموزی فعلا عرض کردم دو تا ما داریم سعی می‌کنیم بکنیم 4 همون سال اول تا سال چهارم تابستون کلا دانشو تو سند باش خب ما واقعا نمیتونیم صنعتو بیاریم دانشگاه مثل دانشجوهای پزشکی نیستیم بخاطر اینکه ما صنایامون بسیار گسترده است پتروشیمی پالایشگاه نیروگاه صنایع بهداشتی صنایع ورزشی انقدر برق برقی کدومو بگم آخه اینقدر متنوع که اصلا ما کدومشو خب برش های پزشکی یه سری بیمارستان آوردن. اینم حالا غلطه قطعا دیگه. اینم نباید این اتفاق دارن هم استفاده میکنن. یه بحث دیگریست ولی این کار تو رشته‌های دانشگاه‌های جامعه این کار علوم انسانی داریم، علوم کشاورزی داریم، علوم, پیز... علوم پایه داریم. اینا هر کدوم مثلا یه دنیایی داره. معدم واسه خودش یه چیز نستاجی یه چیز نمیشه این کار که. ولی کارآموزی که هر تابستون شما مجبور بری تو اون فضا. اون رفتار آدما رو ببینید کارگر رو ببینید مهندس بالادست رو ببینید مهندس تازه کار رو ببینید مدیر پروژه رو ببینید خب، کارفرما چیه مشاور چیه خب اینها هم یک بحثی که میشه به این شکل جبرانش کرد ولی خب برای شما به حال چالش دیگه یعنی باید کارآموزی در تابستان برید همیشه مهارت خیلی مهمی که جاش بسیار در سیستم آموزش ما خالیه و من هم کتاب راجبش نوشتم، هم ویدیو کلی راجبش دارم و امید خدا داریم سعی میکنیم در دانشگاه زنجان رو ممان یک درس ارائه بدیم، بحث تفکر خلاق، نوآوری و طرازی. چند تا درس، نه یه درس، چند تا درس ارائه بدیم. اینه که مهمترین چالشی که به نظر من در پیش روی شما هست، جدای از اون بحث های نرم، توانایی تفکر خلاق و نوآورانه داشتن. اصلا مهندس یعنی کسی که بتونه تفکر خلاق داشته باشه تفکرش خارج از چارچوب داشته باشه قدرت تصمیم گیری قدرت حل مسئله داشته باشه اصلا طراحی یعنی حل مسئله برای رفع یک مشکل به شکل خلاقانه کسی که تا الان نکرده خب ما آیا یک درسی داریم بزرگترین مشکل سیستم آموزش مهندسی ما آدم توجه به همین مسائل که داریم سعی می‌کنیم در دانشگاه زنجان اینو برطرف بکنیم با امید خدا که اگه شد من هم برای شما درس خلاقیت درس طراحی درس نوآوری اینها رو به صورت یک درس های یک واحدی دو واحدی ارائه بدهیم که دیگه چون من خیلی راجع به این تفکر خلاق و اینا اصلا مجموعه ویدیو هایی دارم رد میشم از روش تریز و اسکمپر رو گفتم روش های اصلا چگونه ایده جدید بدهیم رد میشیم مورد بعدی که باید باها چالش شما هست درش مهندسی مهارت های یدیه مهارت های دستی که یه کاری آچار به دست بشید شما استلم. خب ما در برنامه درسیمون داریم خوشبختانه در این مورد خلایی نداریم کارگاه اتومکانیک داریم کارگاه جوشکاری و رختکاری کارگاه ماشین ابزار و البته کارگاه ریخته گری رو هم میشه اضافه کرد خب نداریم تو برنامه ریزی درسی شاید ما اینو با توجه به نظر گروه در آینده کارگاه ریختگری گری رو هم اضافه کردیم ولی خب بیش از این دیگه فرصت نمیشه تو دانشگاه ولی دوره های فنی ای هست که شما میتونید شرکت کنید اونجا متأسفانه خیلی از که گفتم برای پسرها هست متاسفانه آقایون نمیدونم چرا این کاری کردم ولی خب دورای فنی حرفه‌ای رو ما هماهنگ کردیم که دانشجوهای دختری دانشگاه زنجان هم بتونن اون دوره ها شرکت کنند از طریق دانشگاه این امکان فراهم شده برایشون شد. ولی این ها رو شرکت کنیم کار با سینسی جوشکاری همه اینا رو تسهیلات بسیار خوب بسیار مدرک بین‌المللی می‌گیرین که همه جا قابل استفاده هم هست چالش بعدی که در زندگی حرفه‌ایه دانشجویان مهندسی یا فارغ مهندسی هست مسئولیت پذیری هست اخلاق مهندسی هست و حقوق مهندسی اتفاقاتی که به لحاظ قضایی ممکنه براتون بیفته خب من یه نمونه از ناظرین گاز مثال بزنم خب ناظر گاز هستید خدای نکرده توی زمستون معمولا این اتفاق میفته مرگ خاموش گاز و مرگ مسمومیت ناشی از گاز که به خاطر طراحی نادرست گاز هست اینها خب این بعد سه نفر خدای نکرده از دنیا میرد. دیگه ای این آدما مقصرش کیه آیا خود اون شخص مهندس طراح ناظره؟ می‌بینی درصد به این میگن هفتاد درصد به اون میگن یا یعنی من درصد به اون میگن، درصد به اون میگن. خب اینجا شما باید دیگه بحث های حقوق مهندسی مسئولیت شما یک چیزی که طراحی میکنید تا ابد اون شخص باهاش همراهه ساختمونی که براش طراحی میکنید ماشینی که میکنی، ماشین ها. کجاست این همه من ویدیو دارم راجب اخلاق مهندسی تحت عنوان فیلم اوپنهایمر. دوست داشتید اون رو میتونید نگاه کنین. جان انسان ها در گیرش درگیر شد، زلزله‌ای بیاد، ساختمون ها تخریب بشه، کی مسئولشه؟ اون مهندس سازه‌ای که اون رو کرده تا ابد چه جوری میتونه سرش رو بذاره رو بالش؟ فجایعی که تو ساختمون هایی که تو جنوب کشور ایجاد شد و ریخت و پلاسکو و همسال و هموینا دیگه به کافی فکر کنم دراماتیک هست قضیه دیگه. بحث‌های اقتصاد مهندسی باید بدونید مالیات حسابرسی و مهمترین چیز اینه که نتیجه گرا باشید تو همین فضا دارم میگم یعنی اینکه من در گهگاه دانشجوها میگن که ما این راه حلم درست بود جواب آخرم غلط بود میگم شما یه ساختمون طراحی کردی مهندس عمران هستی راه حلت درسته ولی جواب آخرت غلطه ساختمون میریزه صد نفر میمیرن تکلیف چیه نتیجه گرا بودن یکی از خصوصیات مهندسین هست که باید جواب درست به دست بیارن. باید جواب درست به دست بیارند راه حلشون اون ما کار نداریم کسی دفترچه حساباتم البته در طرای همیشه داده میشه یعنی این عددی که به دست اومده این دفتر حساباتش ولی در نهایت جوابی که باید اجرا میشه و در عمل نتیجه و تبعاتش اونبال داره مشکل مزیت دیگه تحصیل در رشته مهندسی بحث مهاجرت هست متاسفانه دانشجوهای من همه خارجند. اون سالی که من خودم دانشجو بودم سال 80 ورودی 80 نفر فکر کنم تقریبا داشتیم. الان فکر کنم بالای 90 درصدشون خارجن برخلاف رشته‌های پزشکی که خیلی دشواره کار کردن در پزشکی در مهندسی این آب خوردن دانشجوها میرن خارج حقوقای 10000 دلار 7000 دلار هم هیئت علمی شده کسی که از دانشگاه ما فارغ التحصیل شدن هیئت علمی هست هم پستا کردن دانشجوی خود من پستا که تو آمریکا هم تو صنایه کار میکنن تو زیمنس جانسون جانسون ای بی بی پتروشیمی اینا دانشجوای که اونجا درن کار میکنن و که تو آلمان اروپا آمریکا کانادا همه جا هستن درن از این خوب خیلی میتونه پوane دیگه بر یه پلان بیه که اگه تو ایران به جایی نرسیدیم که اون جایگاه مهندسی در ایران احیا نشود، خارج از کشور با هوای بالا هست. مورد بعدی ایرادی که وجود داره خانوم هستن که فکر میکنن شاید مهندسی و های خانوم در جهان البته این مشکل هست و مناسب نیست. درسته که اصلا این نیست کی گفته رشتهای مهندسی برای عادلانه؟ اتفاقا اون نگاه ای که خانومها دارن، اتفاقا مهندسی برای خانومها مناسبه هست کی گفته تازه بعد؟ امیدوارم این تفکر غلط تا ویرسا سیستم فشل آموزش پرورش و مافیای کنکور و مشاورین درپیت بی سواد و اینا نمیدونم قراره چجوری حل بشه واقعا اون خستم شدیم انقدر گفتیم دیگه والا خره باید حل بشه دیگه اینا دیگه تا کجا قراره اینجوری ادامه پیدا مورد بعدی که وجود داره اینه که بحث های مهندسی به شما این امکان رو میده که لایف استایل مناسب داشته باشی خیلی از رشته‌ها به خاطر اون تیپ کاری که مثلا کشیکایی که باید بدین دیگه زندگی رو اصلا سبک زندگی شما رو خراب می‌کنه شما نه ورزش منظم دارید نه زندگی سالمی دارید البته که خب در بحث‌های مهندسی هم ممکنه شما یک ددلاین سنگین داشته باشید و خب بعد فورس یک کاری رو به نتیجه برسونید ولی خیلی جنرال نیست به شما می‌تونید استراحتتون رو داشته باشید و زندگی سالم معقول داشته باشه البته که استرس حتی هر کار درستی استرس است مثلا کاری که استرس نباشه یعنی داری در جا میزنید شما ولی یه حد معقولی دیگه یه حد استانداردی که شما زندگی بخونید انسان هم بتونید زندگی کنید دیگه. خب اگه خیلی به بدن شما آسیب نمیرسونه بحثای مهندسی خیلی به ذهن شما از ذهن شما استفاده میکنه ما ذهن خلاق مهندس ها نیاز داریم خب، البته تکنیسیان هایی هستن که خب اونها مثلا کاردانی هستن خیلی هم محترمن خیلی هم پول خوبی در میارن. میتونن اونام هم کار کنن ولی مهندس اون ذهن خلاقانش ارزشش هست نه دستش که یک دندونی تعمیر کنه یا یه عملی بکنه ما با ذهنمون کار میکنیم، فقط با دستمون خیلی کم بعد البته که باید, آلبت. باید آشنا باشیم عرض کردم اون های جوشکاری و ورقکاری رو باید درس‌هاشو بگذرونید مثلا دوره کارآموزی بریم توی کارآموزی توی فنی ولی خب اصل مهندس دستش نیست اصل مهندس مغزش در ناجی با استرس منطقی یز هم زندگی ای قوی داشته باشید هم یه لایف استایل خیلی مناسب داشته باشید به لحاظ آینده و بازار کار هم دوستانی که مهندسی می‌خونن نباید نگران باشند. من اینو توی ویدیوی دیگه ای کامل گفتم خلاصه رو یه دقیقه اینجا میگم پنج حالت بیشتر نیست. یا شما خودتون کسب و کار خودتون رو رامیندازید. خب کسب و کار در جهان رو انداختن سخته. چه تو سیلیکون ولی باشید معمولا بالای 90 درصدشون ورشکست میشن. ولی تو ایران پارک مهندسی هست مراکز در هست. الان خوشبختانه ایرانی دانشگاهشون نسل سومه. دانشگاه‌های میگم. که البته خب ما باز هم داریم در دانشگاه زنجان سعی میکنیم یک درس به نام کارآفرینی هم در برنامه درسی رشته مهندیس قرار بدیم ولی خب ایندکه درآمدش میتونه نامحدود باشه خیلی بالا پایین داره میتونه 20 میلیون باشه میتونه صد میلیون باشه میتونه ورشکست بشه شخص ولی یک سبک زندگیه که بعضی ها اینجوری دوست دارن و خب دوست دارن خودشون آقای خودشون باشه یا خانوم خودشون باشن. دومی ادامه تحصیل هست که خب میتونید برید خارج دکترا بخونید ماهی 3000 یورو درآمد دانشوی دکترا دانشوی عرشت بود رفتش خارج الان 3000 یورو داره میگیره بیمش هم تازه روشه حالا بیمه پزشکی نام داره. خب اینا یا میتونید تو داخل دکترا بخونید هیئت علمی بشید خب اینا هم یه است که خب برای بعضی خیلی مناسبه. این هم یه سبک خاصیه. سومی سب استفاده ما های صنعتی رو دانشگاه از انجام داشتیم که دو نفرم بورس کردیم خبرش هم گذاشتم تو لینکین دانشگاه و خب این یک سبک زندگی خاصی بعضی دوستان استخدام بشن شرکت های بزرگ متاسفانه تو ایران ما شرکت های بزرگ کم داریم خب این من خودم شاید توصیل نکنم نمیدونم حالا اینم راجبش صحبت کردم اینم یه سبکیست بر مایی 20, 20 میلیون 30 میلیون چهل میلیون داری من و اقسام دیگه میتونید بگید خیلی شاد به صد میلیون نرسه مگر اینکه مدیر بشید خیلی ارتقا پیدا کنید چهارمی فریلانسرینگ هست که اتفاقا من مهندسی خیلی مستعده. در مورد هر کدوم اینا من جداگانه ویدیو دارم درآمد دلاری میتونید تو ایران داشته باشید این هستش الان خیلی دارن درامت های دلاری 20000 دلاری تو ماه دیگهولی خب خوشبختانه اشتهای مهندسی این قابلیت رو دارن شما با یک نرم افزار مدل سازی مثل کتیا و سالید وش میتونید درآمد خیلی خوب داشته باشید. برنامه نویسی بلد باشید به همین شکل دیگه وقت نیست و البته پنجمی سایر مواردی که مثلا ا اشتباه اومدن دیگه میتونن برن همون ماشین معامله کنن و اینا خ خب ونم دیگه بالاخره نگاه معنای زندگی دیگه شما ما ش سال زندگی کردی چیکار کنی ماشین خرید و فروش کنی، یا مثلا خونه خرید و فروش کنی، یا بری مشکلی جای حل کنی، رفاه برای بشر ایجاد کنی، این هم یه سبک زندگی است که سایر هم هست دیگه، میتونید اصلا یه کار دیگه بکنیم زندگی در و البته مورد دیگهی که در بحث مهندسی هست اینه که مهندسی یک نوع تفکره، یک نوع شم مهندسیه این وقتی در افراد ایجاد میشه در سایر بخش‌های زندگیشون هم از این طرز تفکر استفاده میکنن میبینن یه مشکل شخصی هم که ایجاد شده اون نگاه مهندسی که ایجاد شده کمک میکنه اون مشکلشو بتونه خیلی راحت برطرف بکنه در نتیجه شاید مهندسی یک موردی باشه که های مشخص سنتی یا مثلا غیر صنعتی و اینا داشته باشه اما اون نگاه و بکگراندی که در ذهن یک مهندس شکل میگیره کمک میکنه در تمامی مراحل زندگیش با یک نگاه مهندسی مسئله رو بخش‌های ریز تقسیم کنه و بعد تک تک اینا رو کنه حل کنه و بعد بتونه رو به درستی مشکلاتش به مهندسی بکنه و موارد دیگه که این دوستان الان مهندسی خوندن متوجه میشن من چی دارم میگم و خب این یه چیزیه که به یادگار میمونه در افرادی که رشته های مهندسی و البته ریاضی هم اینجوریه کسایی که ریاضی میخورن خیلی این ذهن باکس بندی شده ای دارن. در کل خلاصه ای بگم رقابت سنگین در مهندسی وجود داره مخصوصا اگر تحریم ها برداشته بشه با خدا شما با کل شرکت های مهندسی بزرگ در جهان باید رقابت کنید. آموزش مادام العمر رقابت سنگین نیازمند به خلاقیت داشتن برای اینکه بتونید توی این رقابت سنگین برنده باشید. اما اگه برنده باشید درآمد های کلان خواهید داشت. این نمیدونم دشواری لذت عشق بستگی به شخص داره. شخصی که پشت میز نشینه باید استخدام بشه یه جایی یه حقوق ثابت سی میلیونی هم بگیره بگذره دیگه سی سال بازنشست بوده اما یکی میره شرکت میزنه در جهان رقابت میکنه با بهترینها ها یا دو هستن خیلی میگه مرزو ببندید آه واردات خودرو ممنوع یا با تعرفه دو درصد واردات فلان محصول پدشکی ممنوع من خودم درجه دهم ده اونو با همون قیمت تولید میکنم تو ایران به بهانه کارآفرینی و اشتغال ملی و نمیدونم از این مسخره بازی ها جنس درجه اشخالو به مردم. این هم یک نو که متاسفانه ما این بیماری است که در ایران ما دچارش هستیم و تحریم و تحریم‌های داخلی و خارجی که امیدوارم این انحصار از بین بره و مرزهای ما به جهان وا بشه و خلاقیت بچه‌های ایران در جهان در رقابت با تمامی این شرکت‌های بزرگ نشون بده که ما چه های خلاقی داریم که متاسفانه همشون دارن میرن از ایران و خود خب تو همون ایران بمونن و با زیرساختایی که داریم بتونن درآمد‌های آنچنانی توی همین ایران داشته باشن ام خلاص رقابت سنگین بحث های تحریمی که متاسفانه تو ایران هست آموزش نیاز به آموزش مادام اومد داشتن در همه جهان کار تیمی مهارت های نرم زبان زبان انگلیسی حتی زبان های دیگه زبان آلمانی ریاضیات نرم ها، درس هایی که نسبتاً گهگاه گاهی وقتها دشوار هستند در قیاس بازیرش دعایی که مثلا حفسی مسئولیت پذیری خلاقیت نوآوری مهارت نرم سخت امکان مهاجرت داشتن، لذت بردن از اینکه من بتونم طراحی کنم، یک چیزی رو خلق بکنم، چیزی که یک مشکلی رو حل بکنه. انعطاف داشتن در آینده که پلان A و B اگه ادامه تحصیل نشود، شرکت شما، شرکت شما نشود، استخدام، استخدام نشود، فریلنسری. شما مسیرهای متعددی پیش روی شما هست که به خاطر این است که مهندسی به هیچ وجه نباید انقدر مسیر هست، یکی نشود اون یکی رو ادامه میدن. اما بعضی ها هستن که صرفاً تو ایران هستند خب علاقم نداشتن فکر کردن پولش زیاده رفتن اینجور نبوده بعد خیلی وقتا به خودکشی متسفانه مواردی اینجوری کشیده میشه استرس کم داشتن لایف استایل خوب داشتن استرس استاندارد داشتن بهتره به. در حدی که باید نبیشتر بیشتر و تنوع کاری و اینا تقریبا مواردی بود که به ذهن من رسید خیلی خوشحال میشم شما مگه مواردی هست در کامنت ها به اشتراک بگذارید